بگید که در واقع این حضور مردم در صحنه چقدر مایه در واقع تقویت نظام و پیشبرد اهداف و برنامه‌های ما است. ببینید آقای تقوی فرما، دو تا مطلب رو نباید با هم دیگه قاطی بکنیم که من متاسفانه توی دهه فجر می‌بینم علل اغلب این از طرف شما و همکارانتون اتفاق می‌افته. اگر فرض بگیریم که فردا فرض کنید میلیون‌ها نفر در اطراف اکناف مملکت بیان در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن، همچنان که در سالهای قبل ما شاهدش بودیم، شما میخواید بگید که این نشون دهنده درستی سیاست‌های مجریان و مسئولین مردم؟ ببینید آیه زیبا کردم، من اسم میگم خدمتتون، واقعیت اینه که در کشور ما کارهای بزرگ رو خود مردم انجام میدن. یعنی شما ببینید ما اخیراً شاهد دستاوردهای بزرگی بودیم که توسط دانشمندان ما در زمینهای مختلف اینها به وجود اومدن، اکتشافات بزرگ در زمینه پزشکی، در زمینه فنی تخصصی. اینها همه اینها همه این دستاوردها خدمتتون عرض کنم که نتیجه حضور عمیق و دقیق مردم. همه عرض من این هستش که حضور مردم چه در عرصه فردا در میدان آزادی یا در وسط فرض بفرمایید شهرهای دیگه، شهرستانهای دیگه، یا فرض بفرمایید دستاوردهای پزشکی، فنی، هسته‌ای، صنعتی، غیره و غیره، حضور مردم طبیعی... اصله. نه ببینید طبیعی هستش که اینا توسط مردم انجام میشه. بالاخره از کره ماه که نمیان این کار رو انجام بدن، خود مردم چیز میکنن. منتها عرض بنده این هستش که این لزوماً به معنای این نیستش که حکومت و مجریان ما تمام سیاستاشون درسته. من همه حرفم این هستش، میخوام بگم که عرق مردم، عشق مردم، علاقه مردم به انقلاب رو ما نباید این رو فی الواقع بگیم که نه این به معنای این هستش که پس مسئولین ما همه دارن کارشون درست انجام میدن. این به نظر من یک خطای استراتژیک هستش که میتونه در بلند مدت تبعات بدی داشته باشه برای نظام. مبانی اقتدار خیلی کلی اگه بخوایم بگیم دو دسته هستن، یکی سرنیزه هستش که خب خیلی از رژیم‌های کشورهای جهان سوم، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، استنادشون به قدرت، ابزارشون برای اعمال قدرت سرنیزه هستش. دیگری صندوق رأی وزارت کشور، حالا به تعبیر خودمون رأی مردم، و به گمان من شق سومی وجود نداره. یعنی یا مبنای اقتدار شما از خواست و اراده مردم میاد، اکثریت مردم، یا اینکه شما مجبور هستید که فی الواقع به مردم بگید که مردم چه شما بخواین چه نخواین این سیاست ها باید پیاده بشه، این سیاست ها باید فی الواقع اجرا بشه، که در اون صورت پشتوانه اقتدار شما رأی مردم نخواهد بود، سرنیزتون خواهد بود. بنابراین پاسخ کوتاه شما این هستش که یا باید مردم رو داشته باشیم یا باید قوای مسلحه نظامی انتظامی رو داشته باشیم برای اعمال اقتدار. باز من خودم در بودم شاهد بودم که خیلی هم گفتن به شما اجازه بدین همین شورای انقلاب فعلا زمام امور و مملکت رو بچرخونه، ولی امام از همون روز اول، یعنی هنوز فی الواقع آخرین سنگرهای حکومت شاه سقوط نکرده بود، امام به جد به دنبال این بودن که قانون اساسی تنظیم بشه، به رفراندوم گذاشته بشه، مجلس تشکیل بشه، انتخابات برای ریاست جمهوری بشه، و یعنی به عبارت دیگر امام به هیچ وجه به دنبال این نبودن که یه گروه انقلابی مثل سایر انقلاب‌های دیگر، یه گروه یا حالا روحانیت باشه، غیر روحانیت باشه، این گروه بیان و فی الواقع حاکمیت رو به دست بگیرن. معتقد بودن که حاکمیت باید در نظامی که ایجاد شده، حاکمیت باید نهایتاً در دست مردم باشه. ایشون وقتی که میرن در بیزهرا اون نطق معروف رو میکنن، میگن من تو دهن دولت میزنم، من دولت تشکیل میدم. اگر شما
دقت بکنید میبینید که ایشون میگن که من به اعتبار اینکه مردم منو تایید کردن، مردم پشت حرکت من هستن، من دولت تشکیل میدم. نمیگن که من به اعتبار اینکه رهبر انقلاب هستم یا مرجع تقلید هستم یا ولی فقیه هستم، من به این اعتبار میگم حکومت هستم. نه، میگم به اعتبار رأی که مردم به من دادن، به اعتبار اینکه خاص و اراده مردم پشت اون چیزی که من میگم هست. این توجه ایشون به مردم و اینکه مردم باشن، نهادهای مردمی باشه و اینا، به نظر من خیلی جالبه. بله، خیلی متشکرم.